سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. امروز میخواییم 7 راز بالا بردن هوش رو یاد بگیریم. خب، بدون معطلی بریم شروع کنیم. شماره 1 تغییر مشاهده‌ایه. توی مشکل سخت گیر کردید. چیزی که خیلی فراتر از حد شماست. به مشکل نگاه میکنید و میگید این واقعه برای من زیادی سخته یا اونقدر باهوش نیستم که این مشکل رو حل کنم. اما شما تمام ابزار مورد نیاز برای حل حتی پیچیده ترین مسائل رو هم درونتون دارید. مشکل اینه که نمیدونید چطور ازشون استفاده مؤثر کنید. پس اگر میخواهید هوشتون رو بالا ببرید، وقتش نوع فکر کردن، منطق آوردن و آنالیز کردن مشکلاتتون رو در خودتون تغییر بدید. ممکنه اسم چیزی به نام روش علمی رو شنیده باشید. روش علمی فرایندیه که توسط دانشمندان تمام جهان برای سنجش و تست مشاهداتشون استفاده میشه. نیازی نیست از کل روش علمی مطلع باشید، اما میتونید از قواعد پشت این روش قدرتمند برای هدایت نوع تفکرتون استفاده کنید. خب، بیایید به بررسی یه نسخه ساده شده از روش علمی به نام تفکر، امتحان و یادگیری یا TTL بپردازیم. TTL کمکتون میکنه افکارتون رو ساماندهی کنید، برای حل مشکلات سخت قدم بردارید و از اشتباهاتتون یاد بگیرید. اولین قدم اینه که کامل به مشکلتون فکر کنید. قبل اینکه برای حل چیزی تلاش کنید، از خودتون بپرسید فکر میکنم راه حل قرار چطوری باشه؟ برنامه‌ام برای پیدا کردن اون راه حل چیه؟ و فکر میکنم به چه نتایجی برسم؟ در روش علمی به پیشبینی شما فرضیه گفته میشه. بعد زمان آزمایش کردنه. پیشبینی ها رو به چالش بکشید. روی فرضیتون آزمایش انجام بدید. با متغیرهای مختلف بازی کنید و ببینید وقتی جزئیات کوچیک آزمایشتون رو به چالش میکشید چه اتفاقی میفته. در نهایت نتایج گردآوری شده رو تحلیل کنید. ببینید داده هاتون چه معنایی داره و چه الگوهایی میتونید در نتایجتون پیدا کنید. مهمتر از همه نتایج نهایی رو با فرضیه اصلیتون مقایسه کنید. آیا راه حل درستی رو پیش بینی کردید یا خیلی از جواب دور بودید؟ چه چیزی در آزمایش شما متفاوت با انتظارتون بود؟ با استفاده از TTL میتونید هوشتون رو به سرعت رشد بدید. هر بار چیز جدیدی رو امتحان میکنید، دارید خودتون رو به چالش تفکر نقادانه و گردآوری نتایج پرجزئیات میکشید. چه یه آزمایش علمی باشه، یه سرگرمی جدید یا یه روتین روزانه، این فرایند ساده یه 3 مرحله‌ای کمکتون میکنه نتایج خوبی از فعالیتتون بگیرید. میرسیم به شماره 2، یعنی ورودی صوتی. مزایای مطالعه بر هیچ کس پوشیده نیست. میلیون ها کتاب در جهان وجود داره که میتونن راجع به هر موضوعی که تصورشو میکنید بهتون آموزش بدن. اما همه از مطالعه خوششون نمیاد. برخی افراد هر بار که به کتاب نگاه میکنن خوابشون میگیره. بقیه هم شلوغتر یا پر انرژی تر از اون هستن که هر روز صفحات زیادی رو بخونن. اگر شما هم جزو یکی از این دسته ها هستید، آیا جایگزینی وجود داره که بتونید باهاش دانش خودتون رو رشد بدید؟ برای افراد پرمشغله و پر انرژی و حواس پرت، کتاب‌های صوتی میتونن یک جایگزین سرگرم کننده برای مطالعه باشن. برخی افراد میگن گوش دادن به کتاب صوتی مثل خوندن متن فیزیکی نیست. اما واقعیت اینه که اگر دانش جدیدی وارد مغزتون بشه، واقعا اهمیتی نداره که از چه راهی وارد میشه. پس چه یه فصل از کتاب رو بخونید یا با صدای بلند به همون بخش گوش بدید، آهسته آهسته دارید هوش خودتون رو افزایش میدید. هر چقدر هم که پرمشغله و حواس پرت بودید مهم نیست. یک کتاب صوتی بردارید. موقع رانندگی، انجام کارهای خونه یا ورزش در پس زمینه به کتابتونم گوش بدید. اگر فضاهای خالی زندگیتون رو با کنجکاوی و دانش پر کنید، حتی بدون اینکه با خبر باشید دارید یاد میگیرید و باهوشتر میشید. شماره 3، آنالیز رو به عقبه. بازیکنان شطرنج از باهوشترین استراتژیست های دنیا هستند. نه تنها بازی پیچیده ای را انجام میدن، بلکه به طور تخصصی صدها حرکت رو به صورت روزانه آنالیز میکنن. یک تکنیک که احتمالاً بازیکنان شطرنج هر روز ازش استفاده میکنن
آنالیز رو به عقب نام داره. معمولاً وقتی مشکلی رو آنالیز می‌کنید، از ابتدا شروع می‌کنید و مراحل رو تا انتها دنبال می‌کنید. آنالیز رو به عقب فرایند فکری شما رو وارونه می‌کنه. شما از انتها شروع می‌کنید و قدم‌های خودتون تا ابتدا رو بازیابی می‌کنید. بازیکن شطرنج ممکنه مسابقه خودش رو برعکس آنالیز کنه تا ببینه کجا میتونه خودش رو بهبود بده. به همین شیوه یک هنرمند با برعکس کردن اثر هنری خودش از آنالیز رو به عقب استفاده میکنه. اینجوری هنرمند میتونه ناپیوستگی هایی که قبلاً متوجهشون نبوده رو ببینه، فقط چون دیدگاهش تغییر پیدا کرده. این بزرگترین مزیت آنالیز رو به عقبه. میتونید فرایند فکری خودتون رو مهندسی معکوس کنید و متوجه اشتباهات فاحشی بشید که هرگز تشخیص نمیدادید. میتونید از این فرایند برای تشخیص خطاهای نوشتتون یا حتی شناسایی اشتباهات اثر هنریتون هم استفاده کنید. حتی میتونید از مشکلات روابطتون پرده بردارید. به عبارت دیگه میتونید تقریبا هر مشکلی رو چه رو به جلو و چه عقب حل کنید. شماره 4 میانبرهای ریاضیه. شاید ریاضی موضوع مورد علاقتون نباشه، اما مهارتیه که روزانه ازش استفاده میکنید. جمع، تفریق، تقسیم، درصدگیری و اعشار. ما هر روز مشغول حل مسائل ساده ریاضی هستیم. اما خیلی از افراد انقدر اینها رو فراموش کردن که برای حل ساده ترین مسائل به تقلا میفتن. پس اگر میخواید هوشتون رو رشد بدید، یه دوره کوتاه ریاضیات ساده و ذهنی برای خودتون بذارید. لازم نیست به خودتون محاسبات یا حتی هندسه آموزش بدید، اما باید توانایی خودتون در حل معادلات ساده رو بهبود بدید. برای مثال، فرض کنید میخواید به گارسون رستوران انعام بدید. صورت حساب شما 40 دلاره و میخواید 15% انعام بدید. چقدر پول باید بدید؟ اکثر افراد الان گوشیشون رو در میارن، ماشین حساب رو پیدا میکنن و اعداد رو وارد میکنن. حتی برای مسائل کوچیکی مثل همین. اما با کمی تمرین میتونید مشکلات این چنینی رو تو یه چشم به هم زدن حل کنید. برای شروع بذارید یه راه ساده برای محاسبه درصدهای گرد شده بهتون بگم. برای پیدا کردن 15% 40 دلار، ما 10% 40 دلار رو با 5% 40 دلار جمع میکنیم. برای پیدا کردن 10% هر عددی، اون عدد رو تقسیم بر 10 کنید و در این مورد 40 تقسیم بر 10 میشه 4. پس 10% 40 دلار میشه 4 دلار. اما 5% این عدد رو چطور پیدا میکنید؟ خب، مگه 5 دقیقاً نصف 10 نیست؟ پس 10% اون عدد رو تقسیم بر 2 میکنیم. در این مورد 5% 40 دلار میشه 2 دلار. حالا میدونید 10% 40 دلار 4 و 5% اون 2 دلار میشه. حالا چیکار میکنید؟ بله، با هم جمعشون میکنید تا به پاسخ نهایی برسید. پس 15% 40 دلار میشه 6 دلار. این فقط یک مثال از بسیاری میانبرهای ریاضی بود که میتونید هر روز ازشون استفاده کنید. برای ضرب و تقسیم و همینطور اعشار و کسر هم میانبرهایی وجود داره. احتمالش هست که همین الان هم محاسبه این معادلات رو بلد باشید. شاید اینها رو سالها پیش یاد گرفته باشید. اما الان تنها چیزی که نیاز دارید یک دوره است که یادتون بیاره. البته به همراه کمی تمرین. تنها با 5 دقیقه تمرین در روز شما میتونید ریاضیات ذهنی رو از نقطه ضعف شخصی خودتون به نقطه قوت تبدیل کنید که باعث افزایش هوشتون هم میشه. شماره 5 یادگیری زبانه. آیا میتونید به زبان دومی هم صحبت کنید؟ صدها زبان در دنیا وجود داره، اما اکثر افراد فقط یک زبان بلد هستن. یادگیری زبان دوم یه راه قدرتمند برای گسترش ذهن و افزایش هوشه. هر زبان قوانین پیچیده خودش رو داره که پر از جزئیات ظریف، معناهای دوگانه و اشتباهات رایجه. برای یادگیری یک زبان دیگه، شما دارید به منطقه ناشناخته پا میذارید. قوانینی که در تمام زندگی باهاتون بودن رو میشکنید و یاد میگیرید مشکلات رو به شیوهی جدید حل کنید و این مغز شما رو شدیداً بهبود میده.
مطالعات نشون دادن که یادگیری زبان، رشد هیپوکامپوس و قشر پیش پیشانی و همینطور بقیه نواحی مغز رو تحریک میکنه. مهارت شما در زبان رو بهبود میده و همچنین تصمیم گیری رو براتون ساده میکنه و حافظتون رو هم تقویت میکنه. پس زبانی که همیشه دوست داشتید یاد بگیرید رو انتخاب کنید. اگر همیشه رویای زندگی در فرانسه رو داشتید، تو اوقات فراغتتون شروع به یادگیری فرانسوی کنید. اگه میخواید به آسیا سفر کنید، شاید بد نباشه ماندرین یا ژاپنی یاد بگیرید. هر زبانی که انتخاب میکنید، هر روز چند کلمه یاد بگیرید. اگر تداوم داشته باشید، نه تنها یک مهارت جالب توجه یاد میگیرید، بلکه فرد باهوشتری هم میشید. شماره 6، دانش عمومیه. واقعاً چقدر میدونید؟ خیلی از افراد فکر میکنن بیش از اون چه واقعاً میدونن میدونن. اگر کسی بحث آشنایی رو پیش بکشه، فکر میکنید همه چیز رو راجع بهش میدونید. اما اگر بخواید اون مفهوم رو با جزئیات شرح بدید، نمیدونید از کجا باید شروع کنید. برای مثال، بیایید این دانش عمومی رو امتحان کنیم. کدوم ترکیب شیمیایی هوایی که ما تنفس میکنیم رو تشکیل میده؟ اکثر افراد میگن خب ساده است، هوا از اکسیژن تشکیل شده. اما دقیقاً درست نیست. بیشتر اتمسفر زمین از نیتروژن، اکسیژن، آرگان، دیوکسید کربن و بخار آب تشکیل شده. اما افراد خیلی کمی از واقعیت هوایی که تنفس میکنن مطلع هستند. خب بیایید یکی دیگر را امتحان کنیم. انسان چند تا حس داره؟ اکثر افراد میگن 5 تا. اما در حقیقت انسان‌ها بیش از 12 حس مختلف دارن. به علاوه بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی و بویایی، ما حس زمان، فضا، تعادل، دما و درد و چند تای دیگر رو هم داریم. سوالات این چنینی معمولاً اطلاعات عمومی محسوب میشن، اما اکثریت افراد بهشون پاسخ اشتباه میدن. پس چطور هوشتون رو بالا ببرید؟ از خودتون بیشتر سوال بپرسید. از خودتون آزمون بگیرید و مفاهیمی که فکر میکنید میدونید رو به چالش بکشید. چون برگشتن به موارد پایه هیچ خجالتی نداره و باعث افزایش هوشتون هم میشه. شماره 7، محدودیت‌های ذهنیه. شما نهایتاً میتونید هوش خودتون رو بدون انجام هیچ کاری بالا ببرید. جای بازی‌های فکری و یادگیری زبان و مسائل ریاضی، میتونید با پذیرفتن یک واقعیت بنیادی انسان باهوشتری بشید. شما مثل هر کس دیگه‌ای پتانسیل ذهنی دارید. به عبارت دیگه میتونید خیلی بیشتر از چیزی که الان میدونید یاد بگیرید. خیلی از افراد غیر باهوش یکی از این دو افسانه رو باور دارن. یا فکر میکنن همه چیزو میدونن یا فکر میکنن هیچی نمیدونن. اما هیچ کدوم اینا درست نیست. شما یه چیزایی میدونید، اما بانک نامحدودی از دانش هنوز پیش روی شما قرار داره. واقعاً مهم نیست از کجا میایید یا چه دستیابی هایی داشتید. همه میتونن از اینی که الان هستن باهوشتر بشن. با پذیرش پتانسیل خودتون قدم بزرگی به سمت رشد ذهنی برداشتید. حالا سوال اینجاست. آیا شما خودتون رو فردی باهوش میدونید یا فکر میکنید به اندازه دیگران باهوش نیستید؟ اگر میخواید بدونید باهوشید یا نه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینید. یادت باشه، هیچ کس به داستان تو اهمیت نمیده تا وقتی که برنده بشی. پس تو بازی زندگی یه برنده باش. پیروز و موفق باشید.